قبل از هر گفتنی اجازه دهید بر اساس رعایت راه و روش حضرت پیامبر اسلام، فخر بشریت، سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با همه شما بگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند رب العالمین را سپاسگزاریم که امروز در شهر کابل با توجه به وضعیت ناگوار افغانستان، با توجه به پراگندگی امت اسلامی و با توجه به همت شیفتگان و فرهیختگان راه وحدت امت اسلامی شاهد برگزاری سمینار پرشکوه بین المللی می باشیم که برادران ما از کشورهای مختلف اسلامی، علما و دانشمندان اسلامی حضور یافتند و امیدوار هستم که پیام بزرگ، نتایج بزرگی را به دنبال داشته باشد که انشاءالله پیام آموزنده، پیام بسیج کننده، پیام رهنمود دهنده و پیام سمدهنده ای را به دنبال خواهد داشت. انشاءالله به دنبال این کنفرانس، کنفرانس های دیگر، سمینار های دیگر در کشورهای دیگر اسلامی راه اندازی خواهد شد، این پروسه ادامه خواهد یافت تا بالاخره بتانیم با امو آرزوی ایدئال ما که همانا وحدت امت اسلامی است، ما و شما مسلمان ها نائل آییم. برادران و خواهران ما خوب می دانند که با توجه به سیاست های فتنه‌گرایانه دشمنان اسلام و با توجه به حکومت های مزدور و توتالیتر در کشورهای اسلامی، در اقتداد از کشورهای اسلامی و با توجه به آن که دولت مردان ستمگر و ظالم بر اساس امیال شخصی، منافع خانوادگی و منافع گروهی خود فکر و عمل می کنند، مسلمانان را، ملل مسلمان را در جهان مظلوم و محکوم ساخته اند که امروز صدا و سیمای مسلمانان به جهان معرفی نمی گردد، ندایشان گوش نمی شود و در یک حالت مظلومیت و تضعیف به سر می برند. آراندم این پروسه تشدید کسب می کند و به تضعیف امت اسلامی در جهان می افزاید. خواهران برادران، شما خوب می دانید که اگر به تاریخ جهان نظر بیفکنیم با سادگی در میابیم که در قرون وسطی که اروپا و غرب در تاریکی جهل می سخت و آن دوره 1000 سال عمر داشت، شرق از برکت دانش و فضیلت اسلامی عصر متششع بود، عصر نورانی بود و جزء افتخارات بزرگ تاریخ بشریت تشکیل میداد. اما چی شد که غرب به طرف پیشرفت‌های بزرگ علمی و تکنولوژیک دست یافت و امروز چون آموزگار و معلم در جهان رفتار میکند، اما شرق درگیر تفرقه و عقب ماندگی شد. برادران، خواهران، اگر به تاریخ تمدن بشری ما نظر بیفکنیم با سادگی در میابیم که بزرگترین حوزه های تمدنی بشریت از یونان باستان گرفته تا روم، از مصر و شام گرفته تا بغداد و دمشق، از فارس گرفته تا خراسان بزرگ و بالاخره سمرقند و بخارا، هرات و بلخ باستان، همه حوزه های بزرگ تمدنی تاریخ بشریت بودند. اما ببینین که امروز بغداد و بلخ در چه وضعیتی به سر می برند و چرا؟ باید به این چراها ما جوابی داشته باشیم. برادران، خواهران، عامل بدبختی ملل مسلمان در جهان موجودیت حکومت های مزدور و توتالیتر است
که از کتاب الله، از احادیث نبوی، از نظریات فقهی ها، از افکار مجتهدین اصلا خبری ندارند. همواره در امتداد زمان با سرکوب علما، با سرکوب دانشمندان اسلامی و بالاخره با سرکوب نخبگان و با سرکوب پیشوایان فرقه های مختلف مذهبی اسلامی می پرداختند. خواهران برادران، از اینکه وقتی که برم داده شده کم است و می خواهم سر موضوع که رسالت علما و وحدت امت اسلامی است حرف های خودم را تمرکز بسازم، از موضوع خارج نشیم، می پردازم به پیشنهادات. یک، با توجه به سیاست های فتنه گرایانه دشمنان اسلام، باید ملل مسلمان با هوشیاری و بیداری خود بیفزاین و با وحدت و یک پارچگی و بسیج خود فکر و عمل نمایند. چرا بدون اتحاد به طرف تضعیف میرند و پرادگندگیشان و نفاقشان مایه نابودیشان خواهد بود. دوم، اینترناسیونال اسلامی بر اساس در پرتو قرآن عظیم الشان، بر اساس اصل کلمه توحید، ارکان و ارزش‌های عمده اسلامی باید ایجاد گردد. سلسله همچو کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها، گفتمان ها و میزه های مدور باید به دیگر کشورها و جامعه اسلامی گسترش کسب کند. مراکز عمده و بزرگ علمی و تحقیقاتی اسلامی برای تحکیم و تقویت وحدت امت اسلامی باید ایجاد و تقویت کسب کند. و بالاخره باید ما و شما بدانیم که در همه موارد مسلمانان نباید قهرآمیز عمل بکنند. کاری را که محترم آقای دکتر نایک در هندوستان و در کشورهای دیگر اسلامی انجام می دهد فوق العاده قابل تمجید و قابل تحسین است، که باید ما و شما از آقای محترم آقای دکتر نایک پیروی نماییم. دعوت به اسلام را من حیث مردمک چشم خود گرامی دانسته و بکوشیم که پروسه دعوت اسلامی به صورت مستمر جریان داشته باشد، چنانچه ما و شما میدانیم که در کشورهای بزرگ صنعتی جهان همواره هر دم مردم، جوانان، زنان، مردان آگاهانه علمان از روی تحقیق به اسلام رو می آورند و مسلمان می شوند. این پروسه باید که بسیار اهمیت داده شود و در همین مورد باید سرمایه گذاری شود تا هرچی بیشتر اسلام به جهانیان معرفی گردد و مردم جهان بیشتر از پیش در مورد اسلام آگاهی پیدا کنند و بالاخره به ارزش هایش و به حقانیتش پی ببرند و به اسلام رو بیاورند. خواهران برادران، پیشنهاد دیگری را که دارم ای است که مبارزه فرهنگی و مدنی را انداخته شود تا عظمت و ماهیت مکتب اسلام به جهانیان معرفی شود. همچنان طی این مبارزه ما میتونیم به اساس مبارزه مدنیت های شرق و غرب عمل نموده و در این عرصه برتری تاریخی عظمت اسلام را به جهانیان معرفی بداریم. خواهران برادران، نظریات و افکار زیر تاثیر عنعنات محلی و اخلاق روستایی در مورد حقوق زن در اسلام شکل گرفته است که به آن شهرت زن ستیزانه داده است، که این افکار و نظریات باید هر چیز زودتر تعدیل و تصحیح گردد.